انگلستان مثلا، روسیه است مثلا، فکر کنم انگلیس آخوند روس شد. حالا برای همینی که آقا خود اینا گفتن خیلی از آیت اللهشون که همین الان میمیره اینا رو تو ایران دفنشون نمی کنن مثل قدیم، میبرنشون خارج، میگن میبریم کربلا. حالا تو رفتی چک کردی بود به کربلا؟ اینا انگلیسی هم هستن. صافی اصفهانی، صافی اصفهانی آیت الله مرد مثل خیلی دیگه قبل بردنش. اینا اصلا بسیارشون مثل همین آقای جناب آقای سفیر انگلیس در تهران، دیدید فارسی مثل بلبل حرف میزنه؟ آقای سفیر خیلی قشنگ حرف میزنه فارسی، خوش اومد. ایشون قرمه سبزی راست تو بهتر میشناسه چیه، غذاهای ایرانی هم فارسی حرف میزنه. حالا آیت اللهی که ساختن آخونده کسی نگفت، من این بارها گفتم دوباره تاکید میکنم، آیت الله لاهوتی که کشتنش، آیت الله لاهوتی به خود من میگفت و سه چهار نفر دیگه هم، چون مشهد اومده بود اون سالا مهمان من بود و استاد محمد تقی شریعتی هم بود دیگه دیم بودن، تلویزیون مشهد اینا رو فیلم گرفت باید داشته باشه پخش کنه، گفت آقا ما سیده مرده بود، آخونده مرده بود، ناهوا مرده بود، ما رفته بودیم دفنش کنیم، کفنش کنیم، کفنش کنیم و فلان، اینا دیده به خط ندید. اصلا رضا شاه که ضد آخونده میشه، یکی از دلایلش جدا از اینکه بابای خمینی حالا چه بوده و انگلیسی بوده و جدا از اون، یکی دیگه اش میدونی چی بوده؟ شهری رد میشه مثل کاشون جایی نمیدونم حالا اسمش شهر کجا بوده، تا داره رد میشه میره خونه آخوند محله، چون رضا شاه اولش مذهبی بوده مثل خیلی شما که دین تازه گذاشته اینا، رضا شاه هم سینه میزده، زنجیر میزده، مثل فریده خانم مادر شهبانو بوده، ولی اینجوری میشه که از دین رو دیگه میذاره کنار، میفهمی سرش کلا رفته، مثل احمد کسروی آخوند بوده، سید احمد کسروی آخوندم بوده، بعدی که روشن حافظ وقتی که روشن میشن اینا میان بیرون. حالا رضا شاه میره میگه برم آخوند محله رو، آخوند آیت الله میگن این خیلی معجزه میکنه فلان، میگه بریم ببینیمش، بریم ببینیمش. مثل یارو دیگه که معجزهش میدونین چی بوده؟ یک انگلیسی دیگه که خودش آخوند کرده بوده، معجزهش بوده که تا رفته کفشاش رو پاش کنه از مسجد بره، کفشاش نعلی جفت میشده جلو پاش، واقعا هم جفت میشده. خب معجزه است، مردم خر باور میکنن. میدونی چرا جفت میشده؟ نمیدونی. الان تو با سیاوش عوستان نگاه میگه جفت میشد، خب جفت میشد کفشاش، چون عصایی که دستش بود سر عصا آهن ربا بود، به نعلین تهش میخ میزنن، میخ مثل کفشه که ما میشد پا ما میگردیم پاشنا بلند اینا بود، میخ هم میزنیم تو خیام را بدیم تا 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 صدا میزد، نعلین هم کفش میخ میزنن که دیر خراب بشه، کفش که میخ داره آهنه دیگه، این با عصاش میزد میکشید میبرد جفت میشد، میگفتن کفشش جفت شده. آقا اینو واقعیت جک نیست، مثل تامی الان که اون میذارن تو ماه، بعد یارو 40 سال عضو برجسته نظام بوده، 30 سال 20 سال عضو برجسته نظام بوده، تیر خلاصی میزده بچهای اعدامی رو، بدبخت می آمده خارج، حالا چه برگرده چه بر نگرده، چه بمونه اینجا، دو تا صحبت میکنه چهار تا فرش خوار مادر به علی خامنه‌ای میده. آقا این دیگه پرام. آقا نه، امتحان که میخواییم بکنیم باید یک تازی نامه و فرقه تبهکار رو اسم بیاره که دین تازی رو قبول نداره، دین تو تازی نیست، اهورایی هستی، لایکی، تو بیدین باشه سن، خدا رو قبول نداشته باش، دین رو قبول نداشته باش، یارو فاکت میاره از قرآن داره حرف میزنه، با این مصاحبه داره میکنه، آیه قرآن میکنه برات. خب یه آیه قرآنی که یارو میخونه با اون آیه قرآنی که میخونن دم سحر بچه‌ی ما رو اعدام میکنن چه فرقی داره؟ خواندن آیه قرآن برای توجیه ماندگار شدن دوباره دین تازی در ایران و فرقه تبهکار اشغالگر، با اون آیه‌ای که یارو میخونه سر میبره میکشه بچه‌ها رو به ناموس تجاوز میکنه، با این دوتا شون آیه قرآن میخونن چه فرقی با هم داره؟ فهمیدی شد؟ اونی که میخواد روحانیت رو نگه داره، آخونده میاد میگه آقا جوک هم میگه تو هم میخندی و مثل مارمولک فیلم ساختن خودشون، خب تو حواله میکنی آقای آخونده، آخوند
لباسش، ساختش، همه چیز، ساختمانش، تشکیلاتش، بودجهش، همه انگلیسیه. دشمن نباید در خانه پایگاه داشته باشه. پایگاه بی بزرگی، انقلاب سیاه رو که اینا کردن، پایگاه بزرگی داشتن اینا. چی بود پایگاهشون؟ مساجد. سپاه بزرگی داشتن. سپاه چی بود؟ سپاه روحانیت. روحانیت. خمینی علنا خودش میگه، خمینی میگه ما کم کشتیم، باید بکشیم، بعد وقت داره تو رو میکشه. فرق کشتاری که خمینی کرده اینا دارن میکنن، دختر ما رو موش میکشه میندازه تو ماشین، با فرقی که اینها دختر خودش رو زنده به گور میکردن چه فرقی داره؟ که این اشخاصی که از اسلام میترسن، از چی اسلام میترسن؟ اسلام با خون رشد پیدا کرد. پیغمبر بزرگ اسلام با یک دست قرآن را داشت و با دست دیگر شمشیر. اونهایی که هدایت نمی شدند و توطئه‌گر بودند، شمشیر بر سر اونها. اعدام هایی که در اسلام هست، اعدام های رحمت است. اگر 4 تا دزد را دستش را ببرند در مجمع عمومی، دزدی تمام می شه. ما وحشت داریم از اینکه چند هزار آدم از اون کشته شده است. دعوت همین نبود که برن بگن آقا مسلمان شو، اگر شما چه نشود دیگه برن سراغ کارشون. نه خیر، دعوت میکردن با شمشیر تو سرشون میزدن تا آدم بشند. اسلام از قبل از اینکه شما ازدواج بکنید، با ازدواج شما سر و کار دارد. از قبل از ازدواج قوانین اسلام هست که چه شخصی را زن قبول کند به ازدواج و چه زنی را مرد قبول کند برای ازدواج. وقت ازدواج چه وقت باشد، بعد از ازدواج چه روابطی بین زن و مرد باشد. وقتی که زن و مرد با هم خلوت می کنند، وقت این خلوت چه وقت باشد. قدر اسلام را بدانی. ستم بزنه. آیه قرآن می خونه که اسلام خوبه، مهربونه. آیه قرآن می خونه که سرت ببره. فرقی نداره با هم بچه. پس وقتی میگیم فرقه اشغالگر تازی، ما تازی پرست نیستیم، ما آریایی هستیم، تازی نمیپرست. چرا این شعار از یادتون بردم؟ چرا نمیدین این شعار رو؟ ناخودآگاه از یادتون بردم. دنیا عوض شده همه چیزش. آقا آمنه، یادتونه؟ چشم تو جام شراب منه، آمنه. زمان محمد رضا شاه کاری کرده بودن آخوندا که آقاسی دیگه رو نمیخوند. گفتودن آمنه مادر پیغمبر بودن. آقا آمنه همه یا اسم هم یا همه چی سانسورت ما بگر بدین چیز. الان پسر آقاسی داوود مثل نسل نو و جوان شجاع تو خود ایران اومده آمنه رو میخونه. کی جرات داره بهش بگه الان با آقای صادق بوقی آمنه رو میخونه؟ امشب افتخاری بوده برای بنده که در کنار پسر مرحوم نعمت الله آقاسی واسم. آقا داوود آقاسی عزیزم، از دوستای خیلی خوب قربونت برم الهی، میخوام واسه ما یه اجرایی داشته باشه از مرحوم آقاسی، یکی از شعراشو برام با هم دیگه بریم. آمنه چشم تو جام شراب منه، آمنه عقم تو رنج و عذاب منه. برو جونم ز دستش آتیش گرفته، پوله همون ما پیش پیش گرفته. لای 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 لای. میترسم ز گازه و ناخونه درازه و عقلش برده و شمن ای والله به نازه و. آمنه چشم تو جام شراب منه، آمنه حقم تو رنج و عذاب منه. جونم ز دستش آتیش گرفته، مهر تو از ده بیرون نرانده. اینجوری باید باشید، یعنی باید تفکر ایرانی آریایی خودتون رو تعمیل کنید. هر چی که الحمدلله رب العالمین انشالله تبارک و تعالی ما چون هم که جوری این اسلامی دیم و دین تازیه دیگه، یعنی دشمن تو خونته، از در بیرون فرستادی بیرون، از پنجره اومده تو،
اگه میخوای ایرانت آزاد بشه باید ایرانی بشی، ایرانی بیاندیشی، ایرانی فکر کنی، ایرانی کار کنی، وگرنه خمینی همین دیروزه که شنیدیم چی میگه. مهربان یاران، داریم به پایان برنامه میرسیم، ولی یادتون نره گول نخورید. شاهزاده رضا پهلوی خودش گول نمیخوره که بریم اینا رو ببینه فرنده اینا که 40 سال شده، 1-2-3 سال خدمت کردن به رژیم، الان میان مخالف میشن. اینا اگر مخالف شدن اجازه ندارن فاکت از قرآن بیارن، اصلا اسلام در قلبشون بود میشه تو خانش، اجازه ندارن تو جامعه بیارن و تو جامعه باید نقد کنن، باید بگن که آقا الان رژیم خصوصا بعد دیگه رئیسی رو حذفش کرد در نظر داره، از قبل هم بهتون گفتم 4 سال پیش 10 سال پیش 5 سال پیش بهتون گفتم، گفتم مجتبی خامنه‌ای که بیاد مجتبی مثل باباش هم نیست، حتی خود خامنه‌ای گفت، گفت من نباشم واسه شما بهتر میشه، چون مخالفه باباشه و خیلی از دادای باباش مخالفه، مثل خیلی بچه‌ای که مثل شما دارید، اونم الان همینجوری فکر می‌کنه، اصلا بچه خودش، بچه مجتبی، بچه مجتبی. عجب، برای باید زرنگ باشین، تحول رو به وجود بیارین. الان بچه های مجتبی باباش رو قبول ندارن، با بزرگشون رو قبول ندارن، فوتبال دوست داره، اوی که کامپیوتر داره، پلی‌استیشن شو بازی میکنه فلان. اصلا یه بار خامنه‌ای اینا رو آورده دوتا بچه رو من نشون دادم، چند سال پیش نشون دادم، برید ببینید، آورده و تو نماز جمعه بچه ها اون موقع کوچیک بودن و بزرگ شدن، بچه های مجتبی اینا رو آورده بود اونجا، اینا مسخره بازی بودو بودو میکردن تو صحنه دانشگاه که بابای بزرگشون داشت نواز میخوند، مسخره میکردن. اون موقع 5 سال 6 سالشون بود، الان 15-16 سالشون شده. برای همینه که شماهایی رو بدونید اینها میان همین اسلام رو، همین فرقه اشغالگر تازی رو، همین آیاتی که میکشه سر میبره و صلوات براتون میفرسته رو دوباره به شما تحمیل میکنن، ولی با رنگ و روی نو مواظب بایستی باشید، به هوش بایستی باشید و گول نباید بخورید. ما سردارای همین دیروز داشتیم که خود پایوران نظام اینا رو تشلیل کردن ازشون، رحیمی، افتخاری داشتم که رحیمی رو من میشناختم، با خانمش که از دنیا